به خبرهای نیمروزی خوش آمدید. ورود مقامات خارجی از کشورهای مختلف برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور نهم. آقای پزشکیان فردا عصر در مجلس شورای اسلامی سوگند یاد می کند. دل را به جاده میایم پای پیاده. کاروان زائران پیاده 40 از مشهد به خوزستان رسید. آغاز عرضه ارز سفر 40 در شعب 7 بانک و راه اندازی سامانه فروش بلیت اتوبوس به مرزهای غربی. ونزوئلایی ها با مادورو. کمیسیون ملی انتخابات ونزوئلا، مادورو با کسب بیش از 51% آرای مردم در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد. بمباران شمال، مرکز و جنوب نوار غزه و شهادت 39 فلسطینی و زخمی شدن بیش از 90 نفر در 3 قتل عام. اقدام اشغالگران در انفجار مخزن اصلی آب در رفح، دسترسی مردم به آب آشامیدنی را قطع کرده است. گسترش اعتراض‌ها به اقدام توهین‌آمیز درباره حضرت مسیح در افتتاحیه المپیک پاریس. علما و مردم در کشورهای اسلامی نیز به اعتراض برخاستند. و در میز اقتصاد بررسی میکنیم. کم و کیف افزایش 8% صادرات غیر نفتی در 4 ماهه نخست امسال. فرصت ها و چالش های دولت 14 در حوزه تجارت خارجی چیست؟ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و روز بخیر خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند. در مصدر شما هستیم. مشروع خبرهای ساعت 14 رو به اتفاق همکارانم تقدیم میکنیم. تهران آماده مراسم تحلیف رئیس جمهور نهم. مقام‌های عالی رتبه از کشورهای مختلف برای شرکت در مراسم فردا یک به یک وارد تهران میشوند. این مراسم عصر فردا با حضور بیش از 70 هیئت خارجی و خبرنگاران داخلی و خارجی در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. از بامداد امروز هواپیماهای حامل هیئت‌های عالی رتبه کشورهای مختلف یکی پس از دیگری برای حضور در مراسم تحلیف نهمین رئیس جمهور ایران بر روی باند فرودگاه مهرآباد و امام خمینی رحمت الله علیه فرود آمدند. چهره های سیاسی، رؤسای جمهور، نخست وزیران و نمایندگان ویژه برخی کشورها از جمله مهمانانی هستند که در تهران مورد استقبال قرار گرفتند. نخست وزیر کوبا، رئیس مجلس نمایندگان مالزی، رئیس مجلس سریلانکا، معاون رئیس جمهور مالدیو، وزیر خارجه آفریقای جنوبی، وزیر خارجه سودان، سرپرست و معاون وزیر خارجه لیبی، وزرای دولت نیجر، نایب رئیس مجلس غانا و فرستاده ویژه اکوادور از جمله کشورهایی هستند که تا ساعاتی پیش وارد تهران شدند. بیش از 70 هیئت خارجی از جمله سران کشورها، وزرای امور خارجه، رؤسای مجالس و فرستاده ویژه کشورها فردا روی صندلی‌های سبز بهارستان در 14 مراسم تحلیف آقای رئیس جمهور حاضر خواهند شد. در روابط بین‌الملل یک عرف شناخته شده است، نشان دهنده اهمیت جایگاه کشور ما در نزد بقیه کشور است که رئیس جمهور جدید که توسط ملت انتخاب میشه در مراسم تحلیف هیئت ها میان حضور پیدا میکنند. این حضور با یک نظم برنامه‌ریزی شده داره صورت میگیره. امروز با رئیس مجلس ما تعدادی از اونها و دیگر مسئولین
ملاقات دارن هیئت ها و فردا بعد از ظهرم که در محل مجلس انشاءالله مراسم تألیف با حضور هیئت های خارجی برگزار خواهد شد. رئیس ستاد مراسم تألیف در خبری اعلام کرده کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، آفریقای مرکزی، پاکستان، سوریه، صربستان، کوبا، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان در سطح رئیس جمهور و نخست وزیر و کشورهایی همچون روسیه، الجزایر، بلاروس، مالزی، عراق، کره شمالی در سطح رؤسای مجالس و کشورهای امارات، لبنان، اردن، زیمبابوه، قرقیزستان، برزیل، مالدیو و گابون هم در سطح معاون رئیس جمهور و معاون نخست وزیر در مراسم تحلیف نهمین رئیس جمهور شرکت می کنند. مراسم تحلیف ساعت 16 روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد و حضور مهمانان و استقبال از آنها در فرودگاه تا فردا قبل از برگزاری مراسم تحلیف ادامه دارد. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما. بله، همونطور که در گزارش دیدید و شنیدید، از بامداد امروز شماری از هیئت‌های دیپلماتیک برای حضور در مراسم تحلیف رئیس جمهور وارد کشورمون شدند. حالا برای اطلاع از آخرین خبرها درباره ورود هیئت‌های دیپلماتیک میخوام گفتگو کنم با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مستقر در فرودگاه امام خمینی. آقای پیش‌بهار، من خدمت شما عرض سلام دارم. خواهش می‌کنم درباره آخرین خبرها از ورود هیئت‌های دیپلماتیک به تهران برامون بگید. بله، خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور هموطنان عزیزم، شما سرکار خانم خلجی همکار محترم. خب در گزارش سرکار خانم علی خانی همکار خوبم دیدیم که در واقع گزارش مشروعی از حضور و ورود هیئت‌های خارجی عنوان شد. من کوتاه اشاره کنم که تا از شب گذشته تا به این ساعتی که من برای بینندگان عزیز گزارش می‌کنم، 21 هیئت از کشورهای مختلف دنیا، کشورهای آسیایی، اروپایی، افریقایی و همچنین امریکای لاتین حضور پیدا کردن، وارد شدن از طریق فرودگاه امام خمینی و مورد استقبال برخی از نمایندگان مجلس و همچنین نماینده رئیس مجلس قرار گرفتن و مستقر شدن در مکانهایی که باید استقرار پیدا کنن در تهران. به اطلاع می‌رسونم که خب تا ساعت 23:30 دقیقه امشب هم قرار هست که 21 هیئت دیگر از همین کشورها، یعنی کشورهای آسیایی، اروپایی، امریکایی و افریقایی وارد کشورمون در سطح در واقع رئیس مجلس، معاون رئیس مجلس، نخست وزیر، وزرای کابینه و همچنین فرستادگان ویژه دولت‌ها وارد بشن. اعلام شده که در واقع 11 رئیس مجلس قرار هست که در این مراسم حضور پیدا کنه، وارد کشور بشه و تا به این ساعت در واقع 3 رئیس مجلس از فرودگاه امام خمینی وارد شدن، رؤسای مجلس مالزی، سریلانکا و کشور آفریقایی کمر وارد شدن. نخست وزیر کوبا صبح امروز وارد شد و مورد استقبال قرار گرفت و قرار هست که در واقع در ادامه این روند حضور مهمانان خارجی که استقبال بسیار خوبی هم شده و درخواستایی انجام شده و با هماهنگی وزارت خارجه و تشریفات مجلس شورای اسلامی در حال ورود به کشورمون هستن برای شرکت در مراسم فردا. و اما در خصوص ورود هیئت از فرودگاه مهرآباد هم توضیحات بدم که پروازها از ساعت در واقع 16 شروع میشه ورودشون به این فرودگاه، با توجه به اینکه برخی از رؤسای جمهور و مقامات با هواپیمای شخصی وارد کشور میشن، از طریق فرودگاه مهرآباد وارد میشن و مورد استقبال قرار میگیرن. البته قرار هست که ساعت 16 امروز با شروع در واقع ورود مقامات این کشورها، من به اطلاعتون برسونم که رئیس مجلس قزاقستان، نایب رئیس مجلس عراق، رئیس مجلس الجزایر، رئیس مجلس دومای روسیه و همچنین رئیس مجلس بلاروس از طریق فرودگاه امام خمینی وارد کشور بشن و مورد استقبال قرار بگیرن. ما اینجا مستقر هستیم، به محض اینکه هیئت‌ها وارد میشن خبر اونها رو در بخش‌های بعدی خبر همکاران من در گزارش‌هایی که به اطلاع مردم میرسانن اطلاع رسانی خواهند کرد. ان شاء الله. خیلی متشکرم، ممنونم از توضیحات شما و گزارشتون آقای پیش‌بهار، همکارم مستقر در فرودگاه امام خمینی. با شما خداحافظی می‌کنم. بله، همونطور که مستحضرید فردا در صحن علنی مجلس مراسم تحلیف و ادای سوگند آقای پزشکیان به عنوان نهمین رئیس جمهور برگزار می شود. بر اساس اصل 121 قانون اساسی، مراسم تحلیف با سوگند یا سوگند رئیس جمهور باید در نشست علنی مجلس همراه با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان برگزار شود. سه‌شنبه نهم مرداد
14مین باری می شود که یک رئیس جمهور در ایران سوگند یاد می کند. مسعود پزشکیان که 16 سال نماینده مجلس بوده و به دوره 12 هم راه پیدا کرد، کمتر از یک ماه می شود با پیروزی در انتخابات زودهنگام 1403 از مجلس به دولت رفته. آقای پزشکیان 9مین نفر است که با رأی مردم رئیس جمهور شده. او از 7 مرداد حکم ریاست جمهوری را با امضای رهبر معظم انقلاب گرفته و رسما رئیس دولت 14 است. دست به دست هم دهیم تا فضای احیای نشاط و امید و اعتماد برای آینده ایران پایدار و ماندگار بماند. مراسم سوگند یا همون تحلیف در قانون اساسی آمده. رئیس جمهور باید در صحن مجلس در حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان در برابر قرآن و ملت سوگند یاد کند و در سوگندنامه اش چند تعهد قرار گرفته، از جمله اینکه پاسدار مذهب رسمی و قانون اساسی باشد، از خودکامگی پرهیز کند و حامی آزادی و حرمت ملت باشد. مجلس اعلام کرده حضور بیش از 70 هیئت از مقامات کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی و 300 مهمان خارجی در مراسم تحلیف رئیس جمهور قطعی شده. و اینجا در مجلس شورای اسلامی کار مسعود پزشکیان به پایان نمیرسه. او باید وزرای پیشنهادی خودش رو حد اکثر بعد از 2 هفته برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کنه. مجلسی که دقیقاً 2 ماه قبل از ریاست رسمی او بر دولت کار خودش رو آغاز کرده. ابراهیم اسدی بیدمشکی، خبرگزاری صدا و سیما. آقای مخبر در آخرین فعالیت رسمی در قامت معاون اول دولت 13 عصر دیروز در جلسه هیئت وزیران به ریاست آقای پزشکیان شرکت کرد و بر حمایت از رئیس جمهور جدید تاکید کرد. اما خبرنگار ما مروری کرده بر عملکرد مرد نخست کابینه دولت 13 در 70 روز گذشته، از پایان طرح‌های نیمه تمام تا برگزاری 2 دوره انتخابات ریاست جمهوری دوره 14. آقای مخبر بعد از شهادت رئیس جمهور شهید سکاندار قوه مجریه بود. آقای مخبر معاون اول شهید جمهور از مردان میدان دولت 13 بود. نسبت به این 2-3 هفته گذشته قیمت ها رو به افزایش بوده یا کاهش؟ خدا رو شکر داره کم کم، حالا نمیگم خیلی، ولی خب خیلی ریزش داشته. 30 اردیبهشت 1403 و شهادت آقای رئیسی و همراهانش فصل جدیدی از کار آقای مخبر را رقم زد. او طبق قانون سرپرست ریاست جمهوری شد. اولین کاری که کرد ارکان دولت رو به خط کرد و با آرامش کار رو پیش برد. دکتر مخبر با تشکیل جلسه فوق‌العاده به منظور بسیج همه امکانات برای پیگیری وضع رئیس جمهور دستورهای لازم را صادر کرد. او برای رفقای شهیدش سنگ تمام گذاشت. من اول رئیس جمهور هم از ادامه راه رئیس جمهور شهید میگوید که راه خدمت ادامه داره، محکم ادامه داره. در این شرایط خاص معیشت مردم هم اولویتش بود. برای ثبات در بازار و جلوگیری از هر گونه افزایش قیمت و نوسانات شاخص‌های اقتصادی تمام تلاششو کرد. از اینکه نذاش دلار گرونتر بشه و تورم بالاتر بره، کنترل شرکت ها، رئیس جمهور جدید بیا رو کار، واقعا کار خوبی کرده. آقای مخبر یه رویداد مهم پیش رو داشت، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری. برخی ها حدس می زدن نامزد انتخابات شود اما نیامد. پرسیدن کاندید میشه یا نه، عرض کردم ما الان هیچ دغدغه‌ای غیر از خدمت خلاص و پیگیری مأموریت‌های آیت الله رئیسی هیچ نداریم، به هیچ دیگه فکر نمی‌کنم. مراقبت جدی از اصل بی‌طرفی را اولویت کاری خود قرار داد و توانست انتخابات را در 2 مرحله برگزار کند، بر 4 اصل مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت. حضرت آقا رأی مردم را حق الناس میدونه و مواظبت و صیانت از این رأی را وظیفه دولت قرار داده. او در این مدت فعالیت دیپلماتیک هم داشت، سفر به قزاقستان برای حضور در اجلاس سران شانگهای.
از نهایی کردن قرارداد خرید 5 ساله گاز از ترکمنستان تا نهایی کردن تفاهم‌نامه ایران و روسیه برای انتقال گاز به ایران. یه سرفصل جدیدی در منطقه و ارتباطات بین ما و روسا. 20 جلسه هیئت وزیران رو برگزار کرد و 115 مصوبه رو ابلاغ و 7 مورد لایحه رو به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. واردات خودروهای کارکرده، راه اندازی سازمان هوش مصنوعی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان از جمله مصوبات مهم دوره آقای مخبر بود. با این برنامه کاملا کارشناس شده هم به تدریج صنعت خودروی داخل فرصت براش مهیا شد تا حمایت بشه، تقویت بشه. تا اونجایی که یادمون هست یک روز هم بیکار نبود، یا یه طرح رو بازدید یا طرحهای نیمه تمام رو افتتاح کرد. انشاءالله با صلوات این پروژه ها رو آغاز میکنیم. از طرحهای نفت و گاز گرفته تا بهداشت و درمان و آخریش هم که راه و شهرسازی بود. ما تا لحظه ای که مسئولیت داشته باشیم وظیفه داریم. و آخرین برنامه کاری او در آخرین ساعات دولت 13 که ما خبردار شدیم بازدید از وزارت کار بود. بعد این جلسه که تمام شد داریم می‌بینیم یه بازدید آقا. بله. خسته نمی‌شید آقای مخبر؟ نه با چرا خسته بشی؟ رهبری از اقدامات سرپرست ریاست جمهوری و هیئت دولت در دو ماه اخیر قدردانی کردند. در موضع سرپرست ریاست جمهوری حقا و انصافا خوب کار کردن، خوب تلاش کردن. کارا رو دنبال گرفتن، دنبال کردن. این که گفته شده بود که تا روز آخر همه کارها انجام بگیره، ایشون به معنای واقعی کلمه جدی گرفتن. آقای مخبر محل کار را تحویل آقای پزشکیان داد و رئیس جمهور هم عمل کرده او را در این مدت مثبت ارزیابی کرد. از شما تشکر میکنم. در مولتی که بالاخره انتخابات بود یه اتفاقاتی میافتاد، شما با قاطعیت سعی میکردید درست مدیریت بشه. یکی نوشته بود یه رفیق مثل مخبر داشته باش که بعد از رفتنت دلتنگت باشد. دلتون تنگ نمیشه برای این اتاق و دولت 13 و برای آی رئیسی و همکارانمو؟ چرا، اما برای این اتاق و این تشکیلات هیچ. مردم چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی قدردان خدمات آقای مخبر بودند و خدا قوت گفتند و گفتند آقای مخبر به تشنگان قدرت درس شیفتگی خدمت داد. خدا قوت مرد شریف. فقط میتونم ازشون تشکر کنم. ممنونتم از تشکر، زحمت کشیدید. تشکر میکنم ازش دیگه، خسته نباشید. همین میدونن که واقعا خدمت کرده، بایدم تشکر کرد. ایشالله هر جایی که میره، هر پستی که میگیره، هر مسئولیتی که میگیره بتونه به نحو احسن انجام بده. جان میرید آقا؟ معلوم نیست حالا. قرار نیست هر که یه مسئولیتی داره دوباره مسئولیتی بگیره. یه کارو میکنیم. ایشالله که باشه براتون آرزو موفقیت. یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. سرپرست وزارت امور خارجه در دیدار معاون وزیر خارجه کوبا گفت باید تلاش جدی‌تری برای جلوگیری از جنایت‌ها در غزه انجام دهیم. آقای باقری رویدادهای غزه را مهمترین مسئله جهان دانست و گفت استمرار و تشدید جنایت‌ها در غزه تهدید امنیت منطقه و جهان است. معاون وزیر خارجه کوبا هم مقابله با نسل‌کشی فلسطینیان را اولویت کوبا دانست و بر ادامه مشورت‌های تهران هاوانا در این باره تاکید کرد. همچنین در دیدار وزیر خارجه گامبیا با سرپرست وزارت خارجه بیانیه مشترک از سرگیری روابط دو کشور امضا شد. وزیر خارجه سودان هم در دیدار با سرپرست وزارت خارجه بر توسعه روابط تهران خارتوم تاکید کرد. وزیران خارجه کشورهای مختلف که برای حضور در مراسم تحلیف رئیس جمهور در تهران حضور دارند با سرپرست وزارت امور خارجه دیدار و گفتگو کردند. رئیس قوه قضاییه گفت مهمترین کمک قوه قضاییه به دولت در مسائل اقتصادی تأمین امنیت سرمایه‌گذاری سالم اقتصادی است. آقای محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت نباید محدودیت‌های غیر ضروری برای فعالان اقتصاد ایجاد کنیم. امنیت سرمایه‌گذاری رو ما سعی کنیم تأمین بکنیم. همش به عهده ما نیست البته، ولی ما میتونیم کمک بکنیم. پرونده اگر مسائلش محرز روشن هستش، خب چرا دادگاه نمیدید؟ اگر نیست چرا آزاد نمیکنید؟ میگه حتی شما بعضی وقتا این چیزا رو هم نوشتید دادید ولی مثلا تأثیر نکرده. توسط افرادی تحت عناوین اتهامی بازجویی شده که تخصص اون کار رو نداشتند
اشکال نداره، ما ممکنه یک کسانی نداشته باشیم در همین زمینه‌ها، ولی نه به طور مشخص تو اون زمینه داریم. یه اتهام بهش تفهیم کردم، مثلا تو جاسوس هم هستی، حالا غیر از مسائل استادی. خب جاسوس هستم، خب بده به متخصصین جاسوسی ضد جاسوسی با من حداقل برخورد کنن. رئیس دستگاه قضا همچنین دستور داد فهرستی از زندانیان تأخیر تأدیه تدبین و ارائه شود تا برای تعیین تکلیف آنها تصمیم گیری شود. من قبول دارم یک جایی حق طرفینه، نمیشه حتما حق اون رو هم ضایع کرد. اون طرفین باید لحاظ کرد، بانک باشه، طلبکار دیگری باشه، اونم نمیخوام بگم که ما حق اون نادیده بگیریم، اما یقینا این وضع وضع غیر مطلوبی است. غیر مطلوبی که چه عرض کنم، وضع بدی است. جناب آقای پورسید، جناب آقای منتظری، اگر لازم میخواهید جلسات مشترکی اگر لازم هستش با دیگران این قرار بدی، و اگر اصلاح قانون لازم هستش، اگر وضع قانون لازم هستش، اگر یک کار حداقل موقتی باید بکنیم، این کار را انجام بدیم. کاروان پیاده انصارالحسین به خوزستان رسید. اعضای این کاروان که کوچکترین عضو آن 10 سال و مسنترین عضوش 86 سال دارد، هر سال از مشهد تا کربلا را در 72 روز پیاده می پیمایند و 40 در بین الحرمین هستند. در گرمترین روزهای سال، صدای قدم های کاروان انصارالحسین در خوزستان شنیده می شود. به یادت چه 2600 کیلومتر راه را با پای پیاده طی می‌کنند در 72 روز. مبدا مشهد مقدس، مقصد بین الحرمین. قرار این دل زیارت. الان ساعت 16 ظهر، گرمای هوا سپردم دل را به جاده، میایم پای پیاده چون به عشق عرباب کفن امام حسین مرم، به عشق عبید عبدالله، به سختی های که اهل بیتشون کشیدن و خودشون کشیدن. خیلی خوشم از که قدم تو این راه بردارم. ره عشق است و در این مسیر پرپیچ و خم، خم به ابرو نمی آوردند. آنها مسیرشان را خوب می دانستند. او سختی شیرینی دارد که دهی شیرینی برابری با اون نمیتواند بکنه. ما اشتاشی مرکت کردیم نابوی بگرنی از خود خراسان تا اینجا. هر قدم همونو که برمی داریم یاد امام زمان میکنیم. ما آمدیم فقط برای احیای مکتب اسلام و قرآن و احیای عاشورا. دلدادگانی که حسابی دلشان در گرو مسیر اربعین است. گرما سخت نیست؟ نه دیگه، تعامل بکنید، راه میایم انشالله، خدا اون یاری میکنه. هرچند اذیت بشیم چند حضرت زینب اذیت نمیشه. علی کوچکترین فرد این کاروان است و پای کار. او از نیتش میگوید در این مسیر. هم یکم از سختی های بیرقیه بدونم سختی کشته، و هم پا بشم عشقم و به امام حسین ببندم و برم سمت کربلا. عزیزان کاروان 130 نفرند. کوچکترین فرد این کاروان 10 سال و بزرگترین فرد این کاروان 86 سال. پس از 1800 کیلومتر به شمال خوزستان رام هرمز میرسند. مردم این چنین به استقبالشان میروند. زائران این کاروان قرار است از مسیر اهواز به آبادان برسند و سپس از مرز چلمچه وارد کشور عراق شوند. کاروان انصارالحسین قرار است 2 روز مانده تا 40 حسینی در بین الحرمین باشند. عباسی الارکی، خبرگزاری صدا و سیما، رام هرمز. مرزهای غربی آماده پذیرایی از زوار 40 امام حسین علیه السلام. مرزهای مهران در استان ایلام و خسروی در استان کرمانشاه از جمله مرزهای پرتردد زیارتی در غرب کشور هستند که بسیاری از کسانی که می‌خواهند به پیاده روی 40 بروند از این مرزها گذر می‌کنند. حالا می‌خوایم که بریم به استان کرمانشاه و صحبت بکنیم با فرماندار قصر شیرین که در مرز خسروی حضور دارند. آقای نجفی، من خدمت شما سلام می‌کنم. خواهش می‌کنم از آمادگی این مرز برای پذیرایی و تردد زائران 40 و امکاناتی که برای تسهیل خروج زائران در نظر گرفتید به ما بگید.
آقای نجفی صدای بنده رو ندارن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه هموطنان عزیزمون سلام عرض میکنم. چرا من صدا شما رو دارم؟ خواهش میکنم بفرمایید. من صدای شما رو دارم خانم. بفرمایید آقای نجفی. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی و همه هموطنان عزیزمون سلام عرض میکنم. ما در مرز خسروی در استان کرمانشاه، من صدای شما رو دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی و همه هموطنان عزیزمون سلام عرض میکنم. ما در مرز خسروی و شهرستان قصر شیرین از ورودی به استان کرمانشاه که کنگاور هست تا خروجی از استان که مرز خسروی هست در مورد بهسازی جاده ها خدا را شکر اقدامات خوبی انجام گرفته. همه نقاط حادثه خیز جاده ها برطرف شده، رفع مشکل شده، گیت هامان به حدود 200 کاربر اضافه کردیم. این گنجایش رو هم داریم که انشالله باز هم بتوانیم تعداد گیت ها رو اضافه بکنیم. پارکینگ ها از 110 هکتاری که سال گذشته داشتیم الان به 260 هکتار رسیده. آب آشامیدنی به مقدار لازم دپو شده. چندین کارخانه یخ رو ما در شهرستان و در شهرستان های اطراف مأمور کردیم که انشالله خدمات رسانی بکنن در خصوص تأمین یخ، برای اینکه در خود خسروی مشکلی ایجاد نشه و ترافیکی ایجاد نشه. ما توسط عزیزانمان در سپاه پاسداران جاده‌ای رو به نام جاده برکت به طول حدود 3 کیلومتر احداث کردیم که هم جاده مواصلاتی رو تغییر میده و زائرین رو از ماشین‌های باربری و ترانزیتی جدا می‌کنه و همین که کنار این جاده 3 کیلومتری پارکینگ‌های زیادی توسط عزیزان ما در قرارگاه نجف سپاه پاسداران احداث شده. خدا را شکر مشکلی از این نظر نداریم. کاروان‌های و ناوگان حمل و نقل ما این آمادگی رو دارن، تعدادشان رو به مقداری که نیاز هست و امسال با توجه به برآوردی که شده خدا را شکر به تعداد زیادی اضافه کردیم. مراکز اقامتی ما همه این آمادگی رو دارن. علاوه بر مراکز اقامتی و موکب ها، مردم هم این آمادگی رو اعلام کردن و خدمتتان عرض بکنم اگر یه وقتی ازدحام داشته باشیم و زائر داشته باشیم مراکز اقامتی ما جواب نداد و پر شد، مردم این آمادگی رو اعلام کردن که از منازلشان استفاده بکنن. اما یک موضوعی که نیاز هست من خدمت مردم عزیزمان عرض بکنم، مرز خسروی یک مرزی است که از دیرباز حدود 123 سال قدمت داریم. یعنی اولین مرز جمهوری اسلامی خسروی هست. حضرت امام، مرحوم حضرت امام زختی که تبعید شدن از همین مرز خسروی رفتن. این فرصتمون تمام شده. نزدیکیش به کربلا و نجف و یک امتیاز دیگری هم داره. در یک مقطعی قرار گرفته و در یک موضوعی قرار گرفته، به محلی قرار گرفته که به کاظمین هم دسترسی داره و می توانند زائرین ما در ورودی به کربلای معلا اول کاظمین رو هم زیارت بکنن. سیستم های روشنایی، خیلی ممنونم آقای نجفی، متشکرم از گزارش شما. فرماندار قصر شیرین، عرضه ارز اربعین در بیش از 3000 شعبه و باجه 7 بانک عامل در مناطق شهری و روستایی آغاز شد. قرار بود از دیروز ارز اربعین در 7 بانک عامل ملی، ملت، پست بانک، صادرات، پارسیان، سپه و تجارت عرضه شود که با تعطیل شدن بانک ها عرضه از امروز آغاز شده. فروش ارز اربعین به میزان 200,000 دینار عراق و به نرخ فروش مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اختیار زائران قرار می‌گیرد و همه زائران بالای 5 سالی که در سامانه سماح ثبت نام کرده باشند می‌توانند این ارز را دریافت کنند. ثبت نام ارز اربعین به صورت غیر حضوری نیز در بانک ملی و پست بانک، در بستر پیامرسان بله، بانک سپه در پیامرسان روبیکا، بانک صادرات در برنامه سپینو، بانک پارسیان در پیامرسان آیگب و در بانک ملت و تجارت در بستر پیشخانه الکترونیک این دو بانک عرضه می شود. چند خبر دیگر. کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قصد دارد در نشست بریکس که مهر ماه در شهر قازان این کشور برگزار خواهد شد با آقای پزشکیان دیدار کند.
جایگاه نهم تولید فولاد جهان همچنان در اختیار ایران. به گزارش انجمن جهانی فولاد، فولادسازان ایرانی در 6 ماه نخست سال 2024 از برزیل پیشی گرفتند و نهم شدند. تولید ایران در این مدت 16,600,000 تن و حدود 6% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده. در 4 ماه نخست امسال 17,500,000,000 دلار کالای غیر نفتی از کشور صادر شد. گمرک اعلام کرد این میزان صادرات با افزایش 8.3% در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به 1,350,000,000 دلار رسید. کاهش چشمگیر میزان ورودی های مبتلا به تب دنگی به کشور. معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت بندر لنگه در هرمزگان بیشترین مبتلایان به تب دنگی را دارد. روابط عمومی منطقه سوم دریایی سپاه از توقیف یک فروند نفتکش متخلف حامل بیش از 700,000 لیتر نفت قاچاق در شمال خلیج فارس خبر داد. این نفتکش با نام تجاری پیرالجی با پرچم کشور توگو و مالکیت شخصی عراقی ساکن دبی حوالی میدان نفتی آرش در حال بارگیری سوخت قاچاق از لنج‌های ایرانی بود، اما با حکم مقام قضایی و توسط رزمندگان سپاه متوقف شد. هم‌اکنون این نفتکش همراه با 9 خدمه آن که دارای ملیت هندی هستند به لنگرگاه امام خمینی منتقل شد و تحت نظارت است. ما در خصوص تردد در مرزهای غربی کشور می‌خوایم که به مرز مهران هم سری بزنیم و صحبت بکنیم با آقای شفیعی، فرماندار مهران. آقای شفیعی، خدمت شما عرض سلام دارم. خواهش می‌کنم از وضع راه‌ها، دروازه‌های ورودی و خروجی و همچنین توقفگاه‌ها و همینطور امکانات پایانی مرزی مهران به ما بگید. بله، الو، ما صدای شما رو داریم آقای شفیعی. آقای شفیعی، اگر صدای بنده رو دارید خواهش میکنم گزارشتون رو بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان و همیانان عزیزمون در سراسر کشور. خب همونطوری که عزیزانمون استحضار دارن، ما کم کم داریم انشالله آماده میشیم برای برگزاری کنگره بزرگ اربعین در استان ایلام، پایتخت خادمین اربعین و مرز مهران، دروازه عتبات عالیات. همه راههایی که متصل به مهران است خدا را شکر در سالهای 1401 و 1402 که منتهی میشه به سال جاری، از خود مرکز استان ایلام تا مرز مهران خدا را شکر 4 بانده هست. نقاط حادثه خیزی قبلا وجود داشت، گره های ترافیکی که وجود داشت رفع شده و در بحث راه ها و راه هایی که منتهی به مرز مهران است، ما هم سال گذشته و هم امسال مشکل خاصی رو نمی بینیم. پارکینگ های اربعین ما دارن آماده میشن برای پذیرش زائرین عزیزمون از سراسر کشور در کنگره اربعین. خدمت شما عرض کنم ایجاد سایبان در پارکینگ ها و پایش تصویری، روشنایی و ایجاد برج‌های نوری، دوربین پلاک‌خوان، زونبندی، نمازخانه و احداث و استقرار مواکب در پارکینگ‌های اربعین شماره 1 و 2 داره انجام میشه. کارها در دست اقدام است. خدمت شما عرض کنم بر اساس دستور جناب آقای دکتر بهرامنیا استاندار محترم، کمیته های 18گانه ذیل ستاد اربعین استان مشغول به کار شدند. ما در حوزه پارکینگ ها امسال چیزی حدود
300 هزار خودرو میتونیم در پارکینگ شماره 1 و 2 پارکینگ های دولتی و خصوصی و پارکینگ های پدافندی در هم مرز مهران و هم خود شهر مهران و حاشیه شهر مهران انشاءالله استقرار بدیم. در بحث ناوگان حمل و نقل اقدامات خوبی در پایانه شهید رئیسی همون پایانه برکت قبل انجام شده، کارها داره به سرعت انجام میشه. خدمت شما عرض کنم کمیته مواکب ما مشغول به کار برای جانمایی مواکب هست و گذرنامه ما و دروازه های ورودی و خروجی ما قبلا یکی بود، الان به 5 تا افزایش پیدا کرده. سال گذشته این اقدامات هم انجام شد. سامانه سجای ما آماده خدمت شما عرض کنم خدماتی به زائرین عزیز هست. میزان زمانی که ما بخوایم از مرز مهران گذرنامه رو مهر بزنیم بین 3 تا 5 ثانیه و خروج از مرز حدود 3 تا 5 دقیقه است که از مرز به سمت کشور عراق خارج بشیم. همه زیر ساخته های لازم در مرز مهران فراهم است. کترینگ بزرگی ما در پایانه مرزی برای خدماتی به زائرینمون آماده کردیم. بله. و خدمت شما عرض کنم آماده ایم انشالله به امید خدا زائرین سفر خودشان رو موصول به روزهای آخر نکنن. از دهم مرداد ما همه زیر ساخت‌های لازم در خدمت زائرین عزیز ما در مرز مهران خواهد. متشکرم آقای شفیعی فرماندار مهران، با شما خداحافظی میکنم. چهل و سومین هفته متوالی تهاجم رژیم صهیونیستی به نوار غزه و شهادت ده ها فلسطینی دیگر. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی بامداد امروز منطقه‌ای را در خان یونس و خانه‌ای را در جنوب شهر غزه بمباران کردند. تاکنون پیکرهای 8 شهید به مجمع بیمار به مجتمع بیمارستانی ناصر در خان یونس و 3 نفر به بیمارستان المعمدانی غزه انتقال یافته. در این حملات دست کم 2 کودک هم به شدت زخمی شدند. منابع میدانی همچنین از شهادت یک فلسطینی بر اثر تیراندازی کوادکوپتر ارتش اشغالگر در جنوب شهر غزه خبر دادند. 4 منطقه از این شهر همچنان زیر آتش توپخانه رژیم صهیونیستی قرار دارد. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد اشغالگران در 3 قتل عام در نوار غزه 39 نفر را شهید و 93 نفر را زخمی کردند. خان یونس همچنان زیر آتش حملات شدید هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی است و درگیری میان نیروهای مقاومت و نظامیان اشغالگر در مناطق شرقی این شهر شدید گزارش می شود. اقدام اشغالگران در انفجار مخزن اصلی آب در رفح هم موجب شده دسترسی مردم به آب آشامیدنی در این شهر مشکل شود. این مخزن در منطقه‌ای قرار داشت که اشغالگران آن را امن اعلام کرده بودند. آن را هشدار داده 86% از نوار غزه تحت دستور تخلیه اسرائیل قرار دارد. راه حلی برای ما پیدا کنید. دیگر بس است. کجا برویم؟ آنها خانه های ما را ویران کردند. بچه های ما را کشتند. آنها زنان و مردان ما را آواره کردند. کجا برویم؟ دیگر بس است. کجا برویم؟ تمام قد ایستادند و بی‌وقفه تشویقش کردند. اینجا کنگره آمریکا و این نمایندگانش. ده‌ها بار در چند دقیقه بی امان کف می‌زنند. برای این فرد، نخست وزیر رژیم اشغالگر. مسبب خلق این فجایع. جنگ، ویرانی، کشتار و خونریزی. کسی که حالا با این عنوان شناخته می شود. بزرگترین جنایتکار تاریخ. یه جنایتکاره که این همه بچه رو داره میکشه. آدم منزجر کننده یه. کسی که واقعا انسان باشه همچین کاری رو نمیکنه. اونم مثل خود این آدم کشن دیگه. اگه آدم کش نبودن که تشویق نمیکردن. غزه زیر باران بمب و موشک است. ویران شده و میسوزد.
هزاران زن و کودک بیگناه در خون غلطیده و شهید شدند به دستور همین فرد. طبیعیه، اونا اگر کف نزنن کی کف بزنه؟ قطعا ایشون جنایتکاره، اونا هم همدستاشن. اونایی هم که تشویقش میکنن از جنس خودشون، چون سلاحاشون به دست این فروخته میشه. هرچند او برای جنایتهایش ده ها بار در کنگره تشویق شد، اما بیرون از این جمع هزاران نفر خواستار محاکمه این جنایتکار جنگی شدند. هدف ما از برگزاری این تظاهرات دستگیری جنایتکار جنگی بنیامین نتانیاهو است. درخواستی که حالا بیشتر از قبل مطالبه می شود. این نسل‌کشیه و نباید تو زمان ما اتفاق بیفته. نمیدونم حقوق بشر چرا ساکت نشسته و اینا رو اینجوری تماشا میکنه. مجامع بین الملل فکری بکنن به این موضوع. این جنایتکار جنگیه و باید محاکمه بشه. افکار عمومی جهان همه به همدلی اینو محکوم میکنن. مسلماً اینا عاقبت خوشی نخواهند داشت. سرنوشتش این دیکتاتورهای بزرگه، مثل خود صدام، هیتلر، موسینی. فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما. شهر خان یونس در معرض حملات شدید هوایی و زمینی صهیونیست‌ها قرار دارد. برنامه جهانی غذا اعلام کرده هیچ مکان امنی در غزه وجود ندارد و مردم مجبور به تخلیه این شهر شدند. اهل غزه انسان هستند، نه توپ فوتبال یا مهره شطرنج. این را فیلیپ لازارینی، رئیس آنوروا در توصیف آوارگی مردم غزه در این حدود 10 ماه جنگ نوشته. لازارینی از مردمی نوشته که در چند ساعت مجبور شدند 2 بار فرار کنند و به دنبال جای امن بروند. مردمی که فقط برای در امان ماندن از بمب‌ها مجبورند همه زندگیشان را جمع کنند تا جای امنی در غزه برای زندگی پیدا کنند. در باریکه‌ای که دیگر هیچ جای امنی ندارد. هیچ منطقه امنی در غزه وجود نداره و اینکه اسرائیلی‌ها میگن بعضی از مناطق امن هستن فقط ادعاست. از بمباران‌ها هم که در امان بمانند بازیچه سربازانی میشوند که حوصله‌شان سر رفته و به سوی آنها شلیک میکنند. 6 نظامی صهیونیست در مصاحبه‌ای از حضورشان در غزه در این حدود 10 ماه جنگ گفتند از کشتن بی هدف مردم. هدف از کشتن مردم این بود که شمارش کنیم امروز چند نفر رو کشتیم. هر سرباز میخواد نشون بده که مرد بزرگیه. تصور این بود که همه افراد تروریست هستند. گاهی یک فرمانده ناگهان آمار میخواست و بعد افسر لشکر از این تیپ به تیپ دیگر میرفت و اون رو در فهرست ارتش وارد میکرد. اگر حتی احساس تهدید وجود داشت، نیازی به توضیح نبود. وقتی سربازان می‌بینن شخصی در حال نزدیک شدن، مجاز هستن به اون شلیک کنند. نه به هوا، تیراندازی به همه مجازه. دختران جوان، پیر زنها. نظامیان صهیونیست می‌گویند به آنها اجازه داده شده به مردم شلیک کنند در هر جا. گفته شده هر کسی که وارد منطقه بشه به یک هدف بالقوه تبدیل خواهد شد. اگر از خط قرمز عبور کنند، نیازی نیست منتظر اجازه باشید. می‌تونید شلیک کنید. قبل از اینکه جایی رو ترک کنی خانه ها رو میسوزانی. این موضوع از سوی فرمانده گردان پشتیبانی میشه. این کار برای اینه که فلسطینی ها نتونن برگردن و اگر مهمات یا مواد غذایی باقی بمونه نتونن از اونها استفاده کنن. آزادی عملی که در این نسل کشی به نظامیان صهیونیست داده شده تاکنون باعث شهادت و آوارگی هزاران نفر از مردم غزه شده. مردمی که اگر روزی به خانه هایشان برگردند به جای محله های زیبا با تلی از شن و خاک و آهن روبرو می شوند. من عکس های قبل و بعد از غزه نگرفتم، اما هرگز فراموش نمی کنم که چگونه محله واقعا زیبا به تلی از شن تبدیل شد. در حملات پهپادی نظامیان صهیونیست به جنوب لبنان 5 نفر شهید و زخمی شدند. میخوام گفتگو کنم با همکارم مستقر در مرز لبنان با فلسطین اشغالی، آقای عزیزاده. خدمت شما عرض سلام دارم. خواهش میکنم بفرمایید که این حملات پهپادی در کدوم مناطق جنوب لبنان انجام شد؟ خانم خلجی، بینندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. پهپادهای متجاوز نظامیان صهیونیست به موتورسیکلت و خودرویی در مسیر شقرا و هولا به میسل جبل حمله کردند. در جریان
این حمله نظامیان صهیونیست عباس حجازی و عباس سلامی از رزمندگان حزب الله به شهادت رسیدند. سه شهروند لبنانی از جمله یک کودک خردسال هم به شدت مجروح شد. پشت سر بنده حدوداً در فاصله 2000 متری پایگاه متولای نظامیان صهیونیست قرار داره. در پشت این پایگاه در منطقه الجلیل اعلا به اعلام رسانه‌های رژیم صهیونیستی صدای چند انفجار مهیب شنیده شد. بعد از اون هم دود ضعیفی رو که می‌بینید ناشی از حریقی هست که در مناطق مختلف در منطقه الجلیل اعلا در شمال شرقی سرزمین‌های اشغالی به وجود اومده. حزب الله لبنان در پاسخ به حملات پهپادهای متجاوز نظامیان صهیونیست دقایقی قبل بیانیه‌ای صادر کرد. حزب الله در بیانیه‌اش اعلام کرد که پایگاه بغدادی نظامیان صهیونیست رو با ده‌ها موشک گراد کاتیوشا هدف قرار داده. همچنین جنگنده‌های رژیم صهیونیستی دقایقی قبل بود که به منطقه حولا در جنوب شرقی لبنان حمله کردند. بامداد امروز هم جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به رب سلاسین حمله کرده بودند. توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی هم با 6 گلوله به منطقه میسل جبل در جنوب شرقی لبنان حمله کرده. بله، خیلی ممنونم، متشکرم از گزارش شما. همکارم عظیم‌زاده مستقر در مرز لبنان با فلسطین، با شما خداحافظی میکنم. سخنگوی وزارت امور خارجه برگزاری موفق انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا را به ملت، دولت و رئیس جمهور منتخب این کشور تبریک گفت. آقای کنعانی اظهار داشت این انتخابات که با وجود برخی تهدیدها و تحریم‌های ظالمانه تحمیلی بر ونزوئلا با مشارکت گسترده مردم و با نظارت صدها ناظر از کشورها و نهادهای بین‌المللی برگزار شد، حاکی از نهادینه شدن روند مردم سالاری در این کشور است. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران حمایت و همبستگی خود را با جمهوری ونزوئلا برای پیشبرد برنامه‌های توسعه ملی و تقویت همکاری‌های دو جانبه تجدید می‌کند. نیکولاس مادورو برای سومین بار در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا پیروز شد. کمیسیون انتخابات ونزوئلا اعلام کرد مادورو با 51% آرا پیروز انتخابات شده است. ناظران انتخاباتی از آفریقای جنوبی فرایند رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را آزاد، عادلانه و شفاف ارزیابی کردند. دوره ریاست جمهوری در ونزوئلا 6 ساله است. تظاهرات گسترده مسیحیان در فرانسه در محکوم کردن توهین به حضرت مسیح در افتتاحیه المپیک پاریس. مسیحیان فرانسه با سازی توهین‌آمیز تابلوی شام آخر اثر لئوناردو داوینچی در افتتاحیه بازی‌های المپیک را توهین به حضرت عیسی مسیح علیه السلام و دین مسیحیت عنوان و این اقدام را محکوم کردند. رابرت بارون اسقف کلیسای کاتولیک با ابراز تأسف از توهین به مسیحیت در مراسم افتتاحیه المپیک واکنش مسیحیان را به این اقدام خواستار شد. You know, I love the Olympics. So I turn on the opening ceremonies of the Olympics. What do I see now? And it's in Paris, France, a city I love. I spent 3 years as a doctoral student there. What do I see but this gross mockery of the Last Supper? And I won't describe it any further. Just go online. It's gone viral. You can see it. But furthermore, we Christians, we Catholics should not be sheepish. We should resist. We should make our voice. دانشگاه الازهر مصر هم اهانت به پیامبر خدا حضرت مسیح در افتتاحیه المپیک را محکوم کرد. ده‌ها چهره ورزشی و هنری هم با به بازسازی توهین‌آمیز تابلوی شام آخر واکنش نشان دادند. اندرو تیت، بوکسور آمریکایی با اعتراض به رفتار برگزار کنندگان المپیک، تحریم این بازی‌ها را خواستار شد و از مسیحیان جهان خواست در دفاع از مسیحیت بپاخیزند.
شرکت سی اسپایر از بزرگترین شرکت‌های فناوری آمریکا در اعتراض به این نمایش تصمیم گرفت تبلیغات خود را از بازی‌های المپیک حذف کند. در پی تشدید انتقادها، ویدیوی مراسم افتتاحیه المپیک پاریس از حساب یوتیوب المپیک حذف شد. همچنین برگزار کنندگان المپیک پاریس اعلام کردند از هر فردی که از نمایش مراسم افتتاحیه احساس توهین کرده باشد، عذرخواهی می‌کند. اما درباره واکنش‌ها به توهین برگزار کنندگان المپیک پاریس به حضرت مسیح گفتگو می‌کنم با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در پاریس. آقای شهسوار حسینی، خدمت شما سلام می‌کنم. بفرمایید که جدیدترین واکنش‌ها به این اقدام مهم چی بوده؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم. عرض کنم خدمتتون که یه توضیح کوتاهی خیلی کوتاه من بدم در مورد این نمایش مبتذل توماس جولی، همجنس یهودی همجنسگرا، که به صورت اوریان در نقش مسیح علیه السلام با بازیگری تعداد دیگری از افراد شیطان پرست و همجنسگرا با قیافه‌های بسیار زشت و کریه در مراسم افتتاحیه المپیک به بازسازی و نمایش اثر هنری شام آخر حضرت مسیح و حواریون ایشون پرداختند. واکنش‌های مردمی رو ما داشتیم در فرانسه که بسیار ناراحت بودن از این موضوع. ما در محل کارمون، در نزدیکی محل کارمون، یک کشیش مسیحی رو داریم که بسیار خشمگین بود، ولی ابراز می‌کردش که ما غیرت و حمیت شما مسلمان‌ها رو نداریم، چرا که فضا طوری هستش که نمیتونیم خشم و انزجار خودمون رو اونطور که باید و شاید نسبت به توهینی که به دینمون و پیامبرمون صورت گرفته انجام بدیم. در شبکه‌های مجازی ما تصاویر رو می‌بینیم که خانواده‌ها نیز خیلی ناراحت شدن. یه خانواده 4 نفره رو شبکه‌های مجازی منتشر کردن در موقعی که این نمایش داشته پخش می‌شده، که بسیار بغض گلوشون رو گرفته و سعی کردن که کودکانشون رو از صحنه و پای تلویزیون دور کنن. بلافاصله جامعه اسقف‌های فرانسه نیز با محکوم کردن این نمایش مبتذل اعلام کردش که این بازسازی تمسخر مسیح علیه السلام هستش. کمیته برگزاری مسابقات و کمیته بین‌المللی المپیک نیز همونطور که اشاره کردید از مردم عذرخواهی کرده و تلاش کرده که این نمایش رو از روی یوتیوب حذف کنه. در جامعه هنری فرانسه و برخی از هنرمندان فرانسوی نیز به این موضوع واکنش نشون دادن و اعلام کردن. بله، ظاهران ارتباطمون با آقای شهسوار حسینی قطع شد، البته که توضیحاتشون هم کامل بود. با شما خداحافظی میکنیم. مصرف برق به 76,000 مگاوات رسید. مدیر کنترل شبکه برق کشور با اعلام این خبر گفت با وجود تعطیلی روز گذشته ادارات، میزان تقاضای مصرف برق در مقایسه با مدت مشابه پارسال 8% افزایش داشته. آقای جمشیدی افزود پیش بینی می شود میزان تقاضا همچنان بالای 75,000 مگاوات باشد. به همین علت همچنان مدیریت مصرف در همه حوزه ها باید صورت گیرد. 44 درجه. اینقدر گرمه در شهرستان تبس که تو سایش میشیم و تو آفتاب فرق میکنه. گرما واقعا طاقت فرسا شده. گرچه هواشناسی اعلام کرده امروز تب گرما کمی کم میشود، اما ممکنه از فردا یه مقدار هوا خنک بشه، ولی مجددا در روزهای بعدش ما امتداد گرما رو خواهیم داشت. تا 20 مرداد این شرایط برقرار هست و هرچه گرما بیشتر باشد به برق محتاج تریم. حالا الان خونه ما که فقط باید زیر کولر بمونی، هیچ تکون هم نمیتونیم بخوریم. موقعی که مصرف برق خیلی زیاد میشه، حوادث هم به همون نسبت افزایش پیدا میکنه. با فشار بالا به شبکه برق کشور، علاوه بر احتمال وقوع حادثه، ممکن است واحدهای نیروگاه از مدار خارج شوند. متوجه شدیم که شاخه بی کندانسور دچار نشتی لوله های مسی شده. شاخه معیوب رو ایزوله کردن و در حداقل زمان ممکن تونستیم مجدد اقدام به راه اندازی و تولید حداکثری واحد رو افزایش بدیم. حتی هر خونه یه دونه لامپ هم که بتونه خاموش کنه، یه کولر اضافی رو میتونه کمک بزرگی کنه. تمام سعیمون رو میکنیم که سیستم های سرمایشی در مصرف برق اینها رو کاهش بدیم. اتاقی که بچه ها کار دارن میرن و میان، حتما میگن برقاش رو خاموش کنید و آشپزخونه، هر چی مثلا هست برقا اضافه رو خاموش میکنید. اگه هر لامپی اضافی که خاموش بشه، واقعا تو روستاهای دورافتاده ای که داریم و فاصله ما بین دارن با نیروگاه برق، میتونه اونا از نعمت برق برخوردار بشن. شرکت توانیر اعلام کرده مصرف برق با تعطیلی ادارات 1200 مگاوات کاهش داشته، اما
با توجه به تداوم گرما کشور نیازمند همکاری همه حوزه‌ها در مدیریت مصرف است. محبوب شریفی گل، خبرگزاری صدا و سیما. با ادامه فعالیت سامانه بارشی در هشتمین روز از مرداد، آسمان مناطقی از شمال کشور بارانی بود. از صبح امروز در بخش‌هایی از استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، آذربایجان غربی و شرقی و خراسان شمالی باران بارید. بیشتر میزان بارندگی در 24 ساعت گذشته هم از ایستگاه هواشناسی امامزاده اسحاق و بندر انزلی در استان گیلان به ترتیب با 109 و 81 میلی‌متر به ثبت رسیده. سازمان هواشناسی برای ساعت‌های پیشرو علاوه بر این مناطق در دامنه‌های جنوبی البرز هم رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرده.